شما دوستای خوبم به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که کبد چیه و چگونه میتونیم تشخیص بدیم که کبد ما به خوبی کار نمیکنه. پس با من در این ویدیو همراه باشید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. وظایف اصلی کبد چیست؟ مورد 1، کبد مسئول بیش از 500 کارکرد حیاتی در بدن است. مورد 2، بیش از 1 لیتر خون در هر دقیقه از طریق کبد فیلتر می شود. مورد 3، تفکیک مواد مغذی از مواد زائد سم‌زدایی، تجزیه مواد شیمیایی و یا تبدیل مواد شیمیایی سمی و غیر قابل دفع به مواد غیر سمی و قابل دفع از کارکردهای کبد است. مورد 4، یک کبد سالم قادر است 100% باکتری ها و سموم را پیش از آن که به جریان عمومی خون بدن راه یابند از بدن دفع کند. مورد 5، کبد در حفظ تعادل و تنظیم هورمون های بدن نقش دارد. مورد 6، کبد در ذخیره سازی و متابولیسم چربی ها، کربوهیدرات ها و پروتئین ها نقش دارد. مورد 7، کبد محل ذخیره گلوکوز یعنی قند خون است. کبد گلوکوز را تبدیل به گلیکوژن کرده و در خود ذخیره می کند. در صورت نیاز مجددا گلیکوژن را تبدیل به گلوکوز کرده و به جریان خون وارد می سازد. مورد 8، کبد محل ذخیره چربی ها، ویتامین ها، به ویژه ویتامین های B12، K, E, D و A و املاح معدنی مثل آهن، فولاد، مس و سایر مواد مغذی است. 9، کبد یک کارخانه بیوشیمیایی است و موادی همچون آلبومین، سنتز کلسترول، سنتز فاکتورهای انعقاد خون، ساخت گلوکوز از برخی آمینو اسیدهای خاص، سنتز گلوبین، سنتز فاکتورهای ایمنی سیستم ایمنی بدن، سنتز فسفولیپیدها و لیپوپروتئین ها رو بر عهده داره. و اما از کجا میتونیم تشخیص بدیم که کبدمون به خوبی کار نمیکنه؟ به وسیله این 18 علامت. مورد اول، عدم تحمل غذاهای چرب و ادویه دار. مورد 2، افزایش وزن. مورد 3، سردرد تکرار شونده. مورد 4، سوء هاضمه. مورد 5، یبوست مزمن. مورد 6، ضایعات پوستی مانند اگزما، پسوریازیس و جوش دانه ها. 7، طعم فلزی در دهان. 8، تورم و یا درد شدید شکم. 9، اختلالات روده ای سینوسی و آلرژیک. مورد 10، سیستم ایمنی ضعیف. 11، پیری زودرس. 12، خستگی مزمن. 13، خونریزی و یا کبود شدن سریع پوست. 14، عدم و یا خیز پاها. مورد 15، مدفوع آغشته به خون و یا قیرمانند و یا مدفوع کمرنگ. مورد 16، ادرار خیلی تیره. مورد 17، خارش طولانی مدت پوست. و مورد 18، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ و علائم شبیه آنفولانزا. و اما کبد چگونه کار می کند؟ کبد از مقاومت، قدرت بازسازی و ترمیم خارق‌العاده‌ای برخوردار است. اگر 80-90% سلول‌هایش را نیز از دست بدهد، بازم قادر است به وظایفش عمل کند. همچنین کبد قادر است خودش را به طور کامل احیا و بازسازی کند، حتی اگر بخش عمده کبد با عمل جراحی برداشته شود. کبد پس از چند هفته قادر است کاملا خودش را بازسازی کند. و کبد چگونه کار می‌کند؟ کبد از مقاومت، قدرت بازسازی و ترمیم خارق‌العاده‌ای برخوردار است. حتی اگر 80-90% سلول‌هایش را نیز از دست بدهد، باز هم قادر است به وظایفش عمل کند. همچنین کبد قادر است خودش را به طور کامل احیا و بازسازی کند. حتی اگر بخش عمده کبد با عمل جراحی برداشته شود، کبد پس از چند هفته قادر است کاملا خودش را بازسازی کند. از این رو در پیوند کبد، تنها لوب بزرگتر کبد فرد سالم به بدن فرد دریافت کننده پیوند زده می شود که پس از چند هفته هم اهدا کننده و هم دریافت کننده کبدشان بازسازی می گردد. اما کبد فنا ناپذیر هم نیست. سمومی مانند الکل، برخی داروها و ویروس هایی همچون هپاتیت بی و سی می توانند آسیب های دائمی به کبد وارد کنند. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.